سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه امشب شما و کارشناس رسمی مهاجرت کانادا رو آغاز میکنم بیتا قاسمپور جهانگیر هستم کارشناس مهاجرت کانادا موضوع برنامه امشب برنامه استان منیتوبا هستش با پرداخت 100 هزار دلار کانادا دوستان عزیز این برنامه ارزان ترین برنامه سرمایه گذاری کانادا هستش که دوستانی که واجد شرایط هستن میتونن از اطلاعات امشب استفاده بکنن و بتونیم در خدمتشون باشیم برای تشکیل پروندهشون. اطلاعاتی که امشب میخوام خدمتتون بدم در طی این برنامه بسیار مهم هست نکات خیلی ام ریزی این برنامه داره که بسیاری از هموطنان ما متاسفانه ندونسته این نکات رو رعایت نمی‌کنن و نهایتا منجر به مردودی اونها میشه در طی این برنامه من حتما به این نکات اشاره میکنم و ازتون خواهش میکنم که این کارها رو انجام ندید چون در صورتی که این کارها رو انجام بدید پرونده شما نه تنها تشکیل نمیشه اگر هم تشکیل بشه نهایتا مردود میشه و شما هزینه زیادی رو صرف این کردین که سفر بکنید به کانادا سفر تحقیقاتی انجام بدید و مردود میشید خب و اما این برنامه چه افرادی رو میتونه قبول بکنه افراد در درجه اول باید سابقه مدیریتی داشته باشند. سابقه مدیریتی حتما باید سه سال در پنج سال گذشته از زمان تشکیل پرونده باشه یعنی اگر که ما میخوایم پرونده رو در فوریه 2017 که تاریخ کارنت این برنامه هستش میخوایم پرونده رو تشکیل بدیم برمیگردیم به پنج سال گذشته از تاریخ تشکیل این پرونده و نگاه میکنه افسر که آیا حداقل سه سال سابقه مدیریت رو این شخص دارد یا نه دقت کنید که این سه سال سابقه مدیریت باید حتما در پنج سال گذشته باشه عزیزانی هستن تماس میگیرن میگن که در ده سال گذشته من مدیر بودم و الان دیگه مدیر نیستم یعنی اگر به پنج سال گذشته نگاه میکنیم میریم تو پنج سال گذشته سوابق دیگری داشتن غیر از مدیریت متاسفانه واجد شرایط نمیشن پس دقت کنید سه سال سابقه مدیریت در پنج سال گذشته لازمه که من در مورد کلمه مدیر توضیحات بیشتر خدمتتون بدم خیلی ها فکر میکنن که اگر به عنوان ناظر سرپرست یا سوپروایزر اگر نامه های ارائه بدن یا اگر عنوان شغلیشون این هستش واجد شرایط میشن متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم نه این برنامه ناظر نمیخواد مدیر فقط میخواد یعنی کلمه منجر در ترجمه مدارک حتما باید به چشم بخوره حتی موردهایی داشتیم که دوستان وقتی مدارکشون رو داده بودن به دارالترجمه ترجمه در ایران ترجمه شده بود سوپروایزر و ازشون خواستیم که اصلاح کنن یعنی یک کلمه میتونه باعث بشه که برای پرونده شما مشکل به وجود بیاره پس حتما باید مدیر باشن و نباید ناظر یا سرپرست باشن چون یک مدیر تعریف مدیر سه کلمه هستش که حتما پلن اورگانایز و دایرکت رو در خودش می گنجونه در واقع راهبری هدایت و برنامه ریزی رو در خودش می گنجونه برای افرادی که مدیر هستن حتما باید این سه کار رو انجام بدن مثال براتون میذارم کسی که مدیر یک مجموعه هست مثل یک آفیس یک بیزنسی هستش نه تنها مدیریت میکنه افراد و پرسنل رو در اون مجموعه بلکه اگر ازش بپرسین که مثلا بیلان مالی شما در سال گذشته چه بوده پیش بینی مالی شما در برای سال آینده چه هست باید قادر باشه که بتونه این سوالات رو جواب بده نمیتونه بگه من نمیدونم این کارا رو حسابدار انجام میده پس یک مدیر باید بتونه تصمیم گیری مالی انجام بده بعضی از مدیرات ها میتونن امضا بکنن حق امضا دارن برای موارد مالی باید بتونه پیش بینی های مالی رو انجام بده حتی باید بر ضرر های شرکت یعنی صورت وضعیت های شرکت بتونه کاملا اشراف داشته باشه دقت کنید که دوستان خیلی ها تماس میگیرن میگن ما بیزنس از خودمون نداریم لازم نیست شما برای برنامه استانی منیتو با حتما از خودتون بیزنسی داشته باشید یعنی شما صاحب اون بیزنس باشید شما میتونید مدیر باشید در بیزنس شخص دیگری که براتون مثال های زیاده آماده کردم حتما براتون این مثال ها رو میارم پس حتما این سه مورد یکی از اولین مواردی که روش خیلی هم تاکید کردیم مدیریت هستش پس کلمه مدیر در نامه سابقه کاری حتما به چشم بخوره و هم مورد دومی که این افراد باید حتما داشته باشن میزان دارایی هستش که باید نشون بدن دارایی به صورت حتما پول نقد داخل بانک نیستش یا کش یا نقدینگی در دستتون نیست که حتی توی بانک هم نباشه چون خیلی از دوستان هستن میگن پول نقد داریم حتی توی بانک نیست خیلی از عزیزان از ایران تماس میگیرن این مورد رو میگن بنابراین ما توقع نداریم یا این برنامه توقع نداره که شما نشون بدید این مقدار دارایی که خدمتون میگم حتما نقدینگی هستش اتفاقا میخوایم مقدار کمترش نقدینگی باشه ولی لازمه که شما نشون بدید که میزان دارایی شما حد اقل 350 هزار دلار کانادا هستش دقت کنید معیار دلار کانادا هست نه دلار آمریکا امروز که باهاتون صحبت میکنم دلار کانادا ممکنه بگی که به نرخ روز ممکنه 3000، 3100 3200 تومن در بازار آزاد باشه این ملاک نیستش دلاری که محاسبه میشه برای اموال شما عزیزان در وبسایت دیگری بررسی میشه که معمولا این وبسایتی که افسران مهاجرت ازش استفاده میکنم و من هم در دفترم ازش استفاده میکنم وبسایت اواندا هستش اواندا کارنسی اکسچنج که همین امروز من چک میکردم 2400 تقریبا 50 تومان هر یک دلار کانادا بود بنابراین نگران نباشید که اگر دلار میره بالا این وبسایت در واقع وبسایت اواندا که افسران ازش استفاده میکنن ریت در واقع کمتری رو داره نشون میده یعنی شما نباید حتما نشون بدین که مثلا دوستی میگفتن من برای اینکه بتونم 350 هزار دلار نشون بدم حتما باید تقریبا نزدیک یک میلیارد تومان ارزش دارایی باشه من یه آپارتمان دارم که به 700 میلیون تومان بیشتر نمیرسه درسته بنابراین جای نگرانی نیست بر اساس 2400 تومن یا هر اون چیزی که توی وبسایت اواندا به شما نشون داده میشه ارزش دارایی شما محاسبه میشه 350 هزار دلار کانادا همطور که خدمتون گفتم ترجیح داده میشه که بخش اعظمش من قسمت عمدهش به صورت ملک و املاک باشه ملک و املاک میتونه به اسم متقاضی اصلی یا همسرش باشه بنابراین اگر که فردی هستش که خونه های زیادی خریده و همه خونه ها رو به اسم همسرش خریده به اسم خانمشون خریدن هیچ اشکالی نداره فقط باید توی تاریخچه جمع اموال امضا کنن همسرشون که این خونه ها رو این املاک رو زمین ها رو همسرشون براشون خریدن داشتم کلاینت که دقیقا این مورد رو داشتن موکل خودشون همسر آقا یک خونه به اسمشون بودن پنج خونه دیگر به اسم همسرشون بوده به عنوان هدیه براشون خریده بودن مشکلی نیست اما اگر ملک به اسم فرزند باشه متاسفانه جزء دارایی محسوب نمی شود. فرق نمی کنی که بچه چه سنی باشه حتی اگه ماینر باشه زیر سن 18 سال هم باشه باز هم دارایی جز این دارایی که ملک و املاکی که به اسم فرزند هست جز دارایی پدر مادر محسوب نمی شود اما تکلیف سرقفلی چی هستش سرقفلی جز دارایی حساب نمیشه اما اون چرا که سرقفلی اون چرا که مدارک سرقفلی رو متقاضیان دارن لطفا مدارک رو ارائه بدن توی پرونده هاشون ما نشون میدیم که پشتوانه مالی دارن اما به لحاظ اینکه جزء این 350 هزار دلار محسوب بشه نمیشه اما از اون مدارک ما استفاده میکنیم که بگیم این موکل پشتوانه مالی قوی داره و افرادی هم که به خصوص در بازار مغازه دارن معمولا به صورت سرقفلی معمولا هستش برای اون جزء دارایی 350 هزار دلاری حساب نمیشه اما از مدارکش به عنوان پشتوانه مالی ما فقط توی پرونده استفاده میکنیم این نیاز دوم متقاضیان شد و اما نیاز سوم متقاضی متقاضی لازم هستش که حتما برای اینکه تحت این برنامه واجد شرایط شناخته بشه ابتدا یعنی قبل از اینکه پرونده تشکیل بشه یک سفر تحقیقاتی به کانادا انجام بده این سفر تحقیقاتی پنج روز کاری هست یعنی اگر که از روز جمعه وارد کانادا شدن روز جمعه میشه یک روز یا اگر اگر صبح وارد میشن یک روز هستش شنبه و یک شنبه جز پنج روز کاری محاسبه نمیشه استراحت میکنن سفر تحقیقاتی جزش نیست دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه تا جمعه هفته بعد پنج روز کاری رو باید در استان منیتوبا سپری بکنن نه در شهر دیگری و اما در مورد سفر تحقیقاتی بسیار مسائل زیادی هست و این همون قسمتی هست که میخواستم خدمتتون بگم که اگر نکاتی رو که میخوام امشب بهتون بگم رعایت نکنین باعث مردودی میشه و متاسفانه متاسفانه خیلی از هموطنان عزیزی که با ویزای توریستی وارد کانادا میشن خیلی هم خوشحال هستن که وارد کانادا شدن و میگن خب حالا اومدیم الان خوشمون اومده ما میخوایم بریم روی یکی از برنامه های ارزون مهاجرتی برای سرمایه گذاری اقدام کنیم و میدونیم که اون منی است. با متاسفانه اگر که در استان دیگری باشید غیر از استان منیتوبا و درخواست این در واقع اقدام مهاجرتی رو بدید متاسفانه مردود میشید این نکته این نیستش که اگر شما برین توی وبسایت اداره مهاجرت بتونین شما خودتون رو بکنین و این مطلب رو یاد بگیرید نه دوستان اینطور نیستش ولی بر انقدر تعداد این پرونده هایی هم که میان در استان های دیگه میمونن زیاد هستش و متاسفانه میرن مثلا میان در شهر تورنتو اکثرا ایرانی ها که اینجا فامیل دارن یا ونکوور میان مونتریال میان دوستانشون رو می میبینن ملاقات میکنن بیش از دو روز در اون استانی و در اون شهرها غیر از منیتوبا میمونن و بعد از کانادا خوششون میاد میان سراغ یه کارشناس یا وکیل میگن خب حالا ما میخوایم از طریق شنیدیم منیتوبا ارزونه میخوایم از طریق منیتوبا اقدام کنیم دوستان امکان نداره و هرچی که بهشون میگیم که نمیتونید چون شما رفتید وارد استان دیگه ای شدید و نمیشه گوش نمیکنن متاسفانه پرونده اگر که باز بشه پرونده مردود میشه به احتمال 99 درصد حتی بیشتر حتی عزیزانی که بچه هاشون در استان‌های دیگه در حال تحصیل هستن مثلا در تورنتو دارن درس میخوان که استان آنتریو جز استان آنتریو هستش دارن تحصیل میکنن این دوستان هم باید دقت بکنن که پرونده های اون افراد هم مردود میشه چرا علتش چی هست به خاطر اینکه این افراد دارن نشون میدن که قصد زندگی در استان منیتوبا رو ندارن خب چه کسی نزدیک تر از فرزند وقتی فرزند شما که به شما انقدر نزدیکه داره در تورنتو درس میخونه یک سناریو هستش مثاله و شما بعد از اینکه اقامتتون رو در کانادا به دست آوردین میخواین برین در منیتوبا زندگی کنید خب وقتی که افسر پرونده شما رو در دست داره نگاه میکنه که فرزند داره در تورنتو درس میخونه و شما مثلا میخواین برین در وینیپگ مرکز منیتوبا میخواین زندگی بکنین براش قابل قبول نیست و پرونده شما رو مردود میکنه بنابراین اگر که دوستانی هستن که میگن که ما قصد داریم به کانادا سفر بکنیم ولی میخوایم بیایم ببینیم که کانادا چه جور کشوری هستش خوشمون میاد بعدا اگر دوست داشتیم بعدا برای سرمایه گذاری اقدام بکنیم این فکر ایدئال خیلی فل... فکر خوبی هستش اما متاسفانه اگر قصد دارید که وارد کانادا بشید و تکرار میکنم در استانهای دیگری باشید غیر از استان منیتوبا و قصد دارید از طریق برنامه منیتوبا سرمایه گذاری بکنید متاسفانه این امکان نداره و اما افرادی که در برنامه منیتوبا وارد میشن و برنامه سفر تحقیقاتی پنج روزشون انجام میشه این دوستانی که از طریق دفتر من اقدام میکنن سفر تحقیقاتی رو ما بهشون کمک میکنیم که پنج روز رو در یعنی یک تور تحقیقاتی من برشون تدارک میبینم پنج روز از صبح تا بعد از ظهر تقریبا 7 تا 8 ساعت این عزیزان باید در سمینارهای مختلف شرکت بکنن اطلاعات کسب بکنن راجع به بیزنسی که مترادف با بیزنس خودشون هست و قصد تاسیسش رو در من تو دارن و یکی از این مراکز که معمولا سمینارهای مختلف بیزنسی داره بیزنس ستلمنت آفیس هستش که این مرکز سمینارهای خودش رو از قبل یعنی از چند هفته حتی از چند ماه قبل ما بوک میکنیم باهاشون که بتونیم جا داشته باشیم رزرو و رو بگیریم که رزرو بکنیم که دوستان بتونن برن در سمینار شرکت بکنن وقتی که دوستان از سمینار برگشتن از ببخشید از سفر تحقیقاتی برگشتن و برمیگردن به ایران بنابراین هیچ مصاحبه در کانادا صورت نمیگیره این تغییرات تقریبا جدید هستش برمیگردن ایران یا کشور مورد اقامتشون و پروندهشون اکچوال فایل سابمیت میشه ارائه میشه به اداره مهاجرت از این سفر 15 امتیاز این دریافت میکنند و بدون انجام دادن این سفر اصلا پرونده باز نمیشه بنابراین حتما باید سفر انجام بشه که پرونده رو ما بتونیم باز کنیم وقتی که سفر انجام شد و فرد بازگشت به ایران افسر مهاجرت باش تماس میگیره به صورت تلفنی یا از طریق اسکایپ و ازش میپرسه که اگر فرصت داری من میتونم با شما همین الان مصاحبم رو انجام بدم اگر فرصت ندارید وقتی رو تعیین میکنیم که من بعدا با شما تماس بگیرم این مصاحبه به زبان انگلیسی هستش نه به زبان فارسی بنابراین شمایی که میخواید روی این برنامه اقدام بکنید دوست عزیز حتما باید زبان انگلیسیتون در حدی باشه که بتونید صحبت کنید وقتی به جدول امتیازات رسیدم سطح زبان انگلیسی رو براتون توضیح میدم ولی اجمالا خدمتون میگم که زبان انگلیسی در حد آیلس چهار توتال بند سکور چهار باید باشه بنابراین اگر زبان انگلیسی اصلا نمیدونید این برنامه مناسبی برای شما نیست سطح زبان انگلیسیتون باید حداقل چهار باشه وقتی مصاحبه به پایان رسید و شما در مصاحبه قبول شدید نامه برای شما میاد و از شما درخواست میشه که مبلغ 100 هزار دلار کانادا رو به حساب دولت منیتوبا واریز بکنید این مبلغ یک باره باید واریز بشه این مبلغ اسمش هست کامیتمنت فی یا در واقع هزینه یا مبلغ تعهد علت این که اسمش کامیتمنت فی هست اینه که این مبلغ به شما بازگردونده میشه یک هزار دلار به شما پس داده میشه در صورتی که شما بعد از اینکه اقامت رو به دست آوردید به همراه خانوادهتون دو سال فرصت دارید از زمانی که وارد کانادا میشید یعنی لند میشید وارد خاک کانادا میشید دو سال فرصت دارید که یک بیزنس رو در استان منیتوبا فقط و فقط در استان منیتوبا نه در استان دیگری در یکی از شهرهای استان منیتوبا شما فرصت دارید بیزنسی رو تأسیس بکنید این بیزنس باید حداقل ارزشش 150 هزار دلار کانادا باشه دو سال در گردش باشه تا مبلغ 100 هزار دلار رو به شما پس بدن دوستانی که میخوان بدونن که آیا اگر ما میتونیم بیزنسی که در حال آماده هستش در حال کار هست رو میتونیم خریداری بکنیم یا تو شراکت کنیم بله اگر بیزنسی آماده هست شما میتونید در اون هم شراکت بکنید فقط باید نشون بدید که به اندازه 33 و, سی و, سی و, سی و، 33 33 پرسنت uh, یعنی 33 و 3 سه و سه. صدم درصد شما باید در شراکتش سهیم باشید و میزانی که مبلغی که شما در شراکتش میگذارید باید به اندازه حداقل یک میلیون دلار کانادا باشه اما اگر شما 150 هزار دلار ارزش تاسیس بیزنستون باشه خب اینجوری در واقع پول کمتری رو شما توی بیزنس قرار دادید و برای شما مغروم به صرفه تر هست اگر همه موکلای من هم از همین طریق این برنامه رو انتخاب میکنن یعنی ترجیح میدن که 150 هزار دلار رو برای استارت بیزنس در نظر بگیرن که بعد از دو سال بتونن این 100 هزار دلارشون رو پس بگیرن حال اگر که شما تصمیم بگیرید در منیتوبا زندگی بکنید اما بیزنس رو تاسیس نکنید چه می شود؟ اگر که بیزنس رو تاسیس نکنید پول شما برگردونده نمیشه به شما در واقع شما دو سال فرصت دارید فکر کنید تحقیق کنید علاوه بر اون سفر تحقیقاتیه در واقع پنج روزتون که بتونید ببینید آیا میخواید که توی اون استان این سرمایه گذاری رو انجام بدید یا نه اگر منصرف شدید نخواستید در اون استان زندگی کنید یا حتی بیزنس تاسیس کنید مشکلی نیست اقامتتون بر پا بر جا هستش اما یکصد هزار دلار رو دولت منیتوبا به شما بر نمیگردونه دوستان عزیز من روی جدول ماتریکس یا ادپتابیلیتی ماتریکس میخوام براتون توضیح بدم بر اساس این جدول شما بیشتر متوجه میشین که این برنامه مناسب برای چه گروهی هستش چه به لحاظ سنی یا چه به لحاظ شغلی اگر همکار عزیزم در اتاق فرمان لطف بکنن جدول بله ماتریکس رو در ادپتابیلیتی ماتریکس که با سن شروع میشه در واقع از صفحه هفت رو زحمت بکشن بیارن من برای شما به ترتیب از قسمت سن توضیح میدم براتون اوکی افرادی که اولا که افراد حتما باید سن بله خیلی ممنون افراد باید حتما از سن 21 سال به بالا باشن که بتونن توی این برنامه قرار بگیرن حد اکثر سنی که برای امتیازی که برای سن در نظر گرفته میشه حد اکثرش 15 امتیاز هستش بنابراین اگر فردی تا سن 44 سال باشه کل 15 امتیاز رو که از سن میتونه دریافت میکنه بنابراین اگر به قسمت پایینتر جدول نگاه کنید از سن 50 تا 54 سال خب امتیاز کمه 5 هستش از 54 سال به بالا فرد هیچ امتیازی نمیگیره و ممکنه با خودتون فکر کنید خب امتیاز رو از جای دیگه میگیره آیلسش رو بالاتر میگیره اقوام در منیتوبا داره بله خوبه اما اگر فردی هستش که به فرض 65 سالشه یا بالاتر هستش من پیشنهاد نمی کنم که روی این برنامه اقدام بکنید برابر بر این مگر اینکه سنشون روی 55 54 یا که حد اکثر 56 باشه با اینکه از سنشون صفر میگیرن اما از جای دیگه من ترجیح میدم که بتونن امتیازات رو به دست بیارن و اما قسمت پایین تر این جدول در همین صفحه بله قسمت بیزنس نالج هستش که حد اکثر امتیازی که میتونن افراد دریافت بکنن 15 امتیاز هستش همینطور که در این جدول میبینید قسمت بالای جدول بیزنس اونر اند منیجر یعنی افرادی که هم بیزنس مال خودشونه و هم بیزنس خودشون رو مدیریت میکنن یعنی بیش از پنجاه درصد رو صاحب اون بیزنس هستن حد اکثر امتیاز رو میگیرن قسمت پایین تر این جدول بیزنس اونر اند منیجر 20% to 50% ownership. اگر 20 درصد تا 50 درصد از بیزنس مال شما هستش دوازده امتیاز و فقط اگر مدیر هستن یعنی یه صاحب بیزنس خودشون نیستن مدیر بیزنس شخص دیگری هستن ده امتیاز میگیرن بنابراین دوستانی که میخوان بدونن که آیا حتما بیزنس باید مال خودشون باشه که واجد شرایط بشن نه اینطور نیست شما میتونید مدیر بیزنس, شخص دیگری باشی و در این حال میتونید ده امتیاز کسب بکنید و اما صفحه بعد اگر همکار عزیز من لطف بکنن صفحه 8 بزنس اکسپریانس رو بله نشون بدم در این قسمت امتیاز حد اکثر امتیازی که داده میشه به سابقه کاری 15 امتیاز هست افرادی که 10 سال سابقه کاری به بالا دارن 15 امتیاز 6 سال تا 10 سال 10 امتیاز بین 3 سال تا 6 سال 5 امتیاز دریافت میکنند بنابراین هر چه سابقه کاری بالاتر باشه امتیاز بیشتری و اما قسمت پایین شماره 4 نتورک یا ارزش دارایی هستش که در موردش باتون صحبت کردم هرچه خب ارزش دارایی شما بالاتر میره طبق این جدول امتیازات شما هم بالاتره بین 350 تا 500 هزار دلار هشت امتیاز برای میزان داراییتون دریافت میکنید 500 هزار دلار تا یک میلیون ده امتیاز و به ترتیب همینطور بالا میره افرادی که بالای دو میلیون دلار ارزش داراییشون هست 15 امتیاز دریافت میکنن در مورد نتورت باز هم توضیح میدم خدمتتون که شما نباید اگر سرقفلی دارین ارزش سرقفلی جز این دارایی متاسفانه محسوب نمیشه عزیزانی که ارث بهشون تعلق گرفته حتما ارث رو محاسبه میشه جزء این دارای محسوب میشه لطف بکنن که حکم دادگاه رو حتما برای ما بیارن برای پرونده ها ما زیاد داشتیم مالیات بر ارث پرداخت بشه تمام مدارک مربوط به ارث باید کامل باشه که ما بتونیم ارث رو و بعد حتما ازش از ارث و یا هدیه البته بیشتر هدیه باید شش ماه از هدیه گذشته باشه بنابراین افرادی که خیلی از موکلا هستن میگن که پدرمون میخواد خونه به اسممون بکنه مادرمون خونه به اسممون میخواد بکنه ولی همین امروز میخواد این کار رو انجام بده واجد شرایط نمیشن و باید ازش شش ماه حتما گذشته باشه بنابراین اگر هدیه‌ای به شما تعلق میگیره شش ماه ازش گذشته باشه که ما بتونیم این رو توی پرونده قرار بدیم و عزیزانی هم هستن که میگن که وکالت به ما داده شده ولی خونه به اسم ما نیستش وکالت هم جز دارایی محسوب نمیشه حتما باید اگر ملک به اسمتون هست باید به اسم شما باشه ممکنه حتما شش دانگ نباشه یک دانگ دو دانگ سه دانگ ولی حتما باید سندیت داشته باشه به صورت وکالت وکالت اصلا جز دارایی محسوب نمیشه و اما در مورد آیلز آیلز حداقل چیزی که مورد نیاز هستش نمره چهار هستش بنابراین اگر که دوستان سطح زبان انگلیسیشون صفر هستش همطور که در جدول میبینین یعنی اصلا هیچی نمیدونن صفر امتیاز رو میگیرن یعنی اگر امتحان آیلس بدین کمتر از توتال بند سکور چهار بگیرین صفر میگیرین و این به این معنا نیست که خب اشکالی نداره براتون توی مصاحبه مترجم میاد متاسفانه این برنامه مترجم نداره مترجم اصلا نمیتونه برای شما ترجمه رو انجام بده و شما حتما باید خودتون صحبت بکنید بنابراین حتما روی زبان انگلیسیتون باید آم... کار بکنید که بتونید حداقل نمره چهار رو دریافت بکنید و اما سایر امتیازاتی که میتونید از این برنامه دریافت بکنید اگر همسرتون امتحان آیلس داده و نمره آم... توتال بند سکور پنج رو گرفته شما میتونید ده امتیاز حتی همسرتون میتونه برای شما بیاره این البته صفحه بعد هستش صفحه شماره ده هستش بله این امتیازات آیلست هست دقیقا همین صفحه هست Your spouse has a high language proficiency CLB score of 5 اگر همسر شما امتحان آیلس بده و توتال بند سکور 5 بیاره خب به راحتی شما ده امتیاز میتونید کسب بکنید این هم یکی از این راه هست اگر که قبلا شما در استان منیتوبا درس خوندید یا کار کردید باز هم به شما پنج امتیاز داده میشه بنابراین البته این امتیازات امتیازات ادپتیبیلیتی هستش یا ستلمنت بالاتر در منیتوبا شاید برای ایرانی های مقدار کمتر پیش بیاد ولی موکلینی بودن که فرزندانشون در منیتوبا در دانش بینی تحصیل میکردن و از طریق فرزندانشون تونستن امتیاز زیادی رو کسب بکنن خب برنامه منیتوبا چون که جزئیات خیلی زیادی داره و این برنامه تو یک جلسه کافی نیست براش هفته آینده هم من حتما راجبه به منیتوبا باز هم براتون لازمه که توضیح بدم و لیست مشاقلی رو به صورت نمونه براتون آماده کردم هفته آینده که در موردش بیشتر توضیح میدم فقط خیلی کوتاه میخوام خدمتتون بگم که چه افرادی نمیتونن برای استان منیتوبا اقدام بکنن افرادی که داخل کانادا اعلام پناهندگی کردن مهم نیست که در واقع چند سال هستش که منتظر هستن ولی مادامی که اعلام پناهندگی کرده باشن دیگه نمیتونن برای برنامه منیتوبا اقدام بکنن افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کانادا شدن نمیتونن برای این برنامه اقدام بکنن افرادی که جواب ریمووال اوردر گرفتن اصطلاحا در واقع ازشون خواستن که کانادا رو ترک بکنن یا اخراج از کانادا رو دریافت کردن افرادی که درخواستشون برای برنامه های دیگر استانی معلق هست هنوز جواب دریافت نکردن مثلا برای استان دیگری درخواست دادن اما پروونشال نامینی هست برنامه هاشون اما هنوز جواب نگرفتن پس بنابراین نمیتونید شما دو تا پرونده باز بکنید افرادی که قبلا درخواست مهاجرتشون مردود شده حتی برای برنامه منیتوبا تا تو دوازده ماه یک سال باید شما صبر بکنید که بتونید مجددا پرونده خودتون رو تشکیل بدین و همینطور افرادی که در واقع میس رپرزنتیشن کردن قسمت ویزای توریستی من راجع به میس رپرزنتیشن باهاتون صحبت کردم یعنی که اطلاعاتی رو یا ویت هولد کردن نگه داشتن مخفی کردن یا اینکه اطلاعاتی رو بازگو نکردن صادق نبودن با اداره مهاجرت مثلا مثال میزنم توی اپلیکیشن های قبلیشون گفتن که قبلا برای ویزیتور ویزا مردود نشدن اما بعدا مشخص شده که برای ویزای توریستی مردود شدن بر اساس میس مردود میشن این افراد و افرادی که اقوام نزدیک و فرزندانشون در استانهای دیگر غیر از منیتوبا دارن تحصیل میکنن بنابراین دوستان اگر که وارد کانادا میشی به فرض میاین تورنتو میاین تو دفتر من و میگین که خب الان من دو ماه کانادا هستم شنیدم که منیتوبا روش بسیار ارزونی هست و من از این طریق میخوام اقامت خودم رو به دست بیارم متاسفانه مقدور نیسته شما در این مثالی که زدم دو ماه هستش که در تورنتو هستید و متاسفانه نمیتونیم پرونده شما رو برای منیتوبا تشکیل بدیم پس چقدر خوبه که اگر میخواین که برای منیتوبا اقدام کنید یا هر برنامه مهاجرتی که میخواین انجام بدید تحقیق کنید راجبش خوشبختانه ما کامیونیتی ایرانی ها افرادی هستیم که برای انجام هر کاری تحقیق میکنیم حتی یک پزشک رو میخوایم بریم ببینیم از چند نفر میپرسیم آیا این پزشک پیزش پزشک خوبیه وکیل خوبیه یا نه با دید باز برین جلو اگر برنامه استانی برای شما برنامه مناسبی هست که همطور که میبینید 100 هزار دلار در بین برنامه های دیگری که وجود داره الان که طی هفته های آینده هم معرفیشون میکنم ارزانترین برنامه سرمایه گذاری برای مهاجرت به کانادا هست بنابراین این فرصت رو از دست ندید و شرایط خودتون رو با دریافت یک ویزای توریستی که وارد استان دیگه ای می میشین و اطلاعات کافی ندارید راجع به این برنامه لطفا شرایط خودتون رو از بین نبرید و خراب نکنید بگذارید که از همون ابتدا آگاهانه عمل بکنید و با دید باز بتونید این پرونده های برنامه منیتوبا رو پیش ببریم برای افرادی که خارج از ایران به خصوص زندگی میکنن اقامت کشور دیگری رو دارن دوستان زیادی هستن که از انگلیس با من تماس میگیرن آلمان دوبه و اقامت این کشورها رو دارن این امکان هست که من بتونم افراد رو در حین اینکه پروندهشون باز هستش در استان منیتابا داره بررسی میشه تا زمانی که اقامت رو به دست بیارن میتونم که این افراد رو در کانادا در منیتابا نگه دارم تا زمانی که اقامتشون به نتیجه برسه این امکان برای افرادی که در ایران زندگی میکنن یک مقدار شاید سخت باشه. البته یک مورد داشتم این کار رو انجام دادم. ولی برای افرادی که اقامت کشورهای دیگر رو دارن مایستر تر هستش. بربراین لطفا این برنامه رو دنبال کنید. هفته آینده برنامه منیتو با همچنان ادامه داره لطفا دنبال بکنید و نکات دیگه ای من برای شما مطرح میکنم. لیست مشاغل که بسیار از دوستان از من درخواست کردن که خب چه شغلایی میتونن توی این برنامه قرار بگیرن حتما این لیست رو من به شما میدم طی ای برنامه آینده چون همه مشاغل واجد شرایط نمیشن و همینطور که دیدین در همه رده سنی هم نمیتونید اقدام کنید و در مورد تحصیلات تحصیلات افرادی هم که میخوان توی این برنامه شرکت کنن بیشتر صحبت میکنم چون نیاز برای این برنامه این هستش که ترجیح داده میشه که افراد بالای دیپلم دبیرستان رو داشته باشن حداقل فوق دیپلم داشته باشن که بتونن اقدام کنن اما اگر دیپلم رو دارید شما ولی زبان انگلیستون خوبه اقوام در منیتوبا دارید همسرتون آیلس پنج آورده و و و یعنی شرایط دیگه ای دارید که به امتیاز بندی شما در منیتوبا کمک میکنه همچنان پرونده شما با داشتن دیپلم مدرسه هم تشکیل میشه خیلی تشکر میکنم دوستان از توجه شما باز هم ممنونم از اظهار لطفی که داشتید شما از همه جا تماس میگیرید و از برنامه ها تشکر میکنید من خیلی خوشحالم که این برنامه برای شما مفید هستش و از تماس ها و ایمیل هایی که میفرستین کاملا مشخصه که این برنامه رو دوست داریم منم خیلی خوشحال هستم که برنامه برای شما مفیده لطفا هفته آینده برنامه رو دنبال کنید و همطور باز پخش اون رو روزهای پنجشنبه دوازده ظهر به وقت تورنتو خیلی ممنونم شبتون خوش Hvad er det, du gør?